شمار از تاجران و تولید کنندگان صنایع دستی میگویند که بازار اقتصادی افغانستان نیاز به حمایت سکتور دولتی دارد تا رونق بیشتری را پیدا نماید. به گفته تاجران، مشکلات اقتصادی و نبود کار توان خرید را از مردم گرفته و گردش تجارت از رونق باز مانده است. تولید و تجارت یکی از محورهای اصلی یک کشور، اما تاجران و تولید کنندگان صنایع داخلی از کمرنگ شدن بازار شکایت دارند و میگویند در حال حاضر نیاز است تا حکومت بیشتر توجهش را برای اقتصاد بازار نماید. آنان از حکومت میخواهند که برای معرفی اموال داخلی و تولیدات افغانستان زمینه معرفی و به نمایش گذاشتنشان را به کشورهای بیرونی فراهم نماید. در بازار جهانی او خود امکانات داره، امکانات باید ما داشته باشیم. از لحاظ اقتصادی و از حکومت نمی تقاضا است که بر ما امکانات برابر کنه، برای رفتن به خارج، برای محصولات انتقال به خارج نمی بر ما چیز کنه دیگه، زمینه را بر ما مساعد کنه. نظر به سالهای قبل تولیدات خود زعفران در کشور خیلی کم شده، چون نمایشگاهی که در سال 2020 بود دایر شد، زعفران افغانستان از جمله زعفران اول محسوب شد و درجه یک محسوب شد، ولی در حال حاضر می تولیدات و کشت زر زعفران یعنی طلای سرخ افغانستان خیلی کم شده. همچنان تولید کنندگان صنایع دستی، مخصوصاً زنان تجارت پیشه، خواستار معرفی تولیدات داخلی به داخل و بیرون از کشور شده. میگویند که حکومت باید در این زمینه توجه بیشتری داشته باشند. زنان تجارت پیشه همچنان از امارت اسلامی خواست که برای خانمها زمینه کاری را بیشتر فراهم نموده تا رفاه بیشتری برای خانواده ها صورت گیرد. از حکومت ما اینو میخواهیم که ما را باید حمایت کنه، اجازه بده که کار کنیم و می صنایعی را که داریم یا هنرهایی را که داریم باید نمایان کنیم. حداقل بفهمن که ما خود ما کار میکنیم، از به خود یک درآمد میسازیم. از سوی هم مسئولان امارت اسلامی در وزارت اقتصاد تاکید میکنند که حکومت در حمایت تاجران و سرمایه‌گذاران تلاش میکند. به گفته آنان، حکومت امارت اسلامی تلاش دارد تا مصرف تولیدات داخلی را در کشور رشد دهد تا زمینه کاری بیشتری فراهم گردد. چون هم سیاست کلان نظام حمایت از تولیدات داخلی هست و هم این نمایشگاه ها می تواند فرهنگ تولیدات داخلی را در جامعه نهادینه بسازد و توسعه بدهد. گفتنی است که تاجران و سرمایه‌گذاران کشور همواره از نبود انرژی ثابت و محدودیت‌های بانکی شکایت کرده و از حکومت امارت اسلامی خواستار همکاری بیشتر در این زمینه‌ها شدند. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.